با سلام و با یاد خدای مهربون باز هم با برنامه لذت آشپزی در خدمتتون هستیم. به اتفاق جناب شهرام شجاعی عزیز امروز هم یه غذای خیلی خوب برامون آوردن که دل هممون رو بردن. ببینیم میخوان چی برامون درست کنن. درود بر شما آقای ابراهیمی، همچنین همه ایرانیای عزیز، هر جا هستید پیروز و سربلند باشید. با برنامه لذت آشپزی از شبکه تماشا در خدمتتونیم. یه برنامه دیگه، یه غذای دیگه. امروز غذامون زمستونیه، سوپ داریم براتون، سوپ کدو. یعنی با کلاه و شال و پلیور و اینا خیلی خوبه. البته خونه ندیگم، اگه البته برای اینکه انرژی کمتر مصرف بشه تو منازلشون، کمتر انرژی مصرف کنن، لباس بیشتری بپوشن بهتره. بله نه، من گفتم شاید شال و کلاه داریم تو غذا استفاده می‌کنیم. مواد اولیه‌اش، من خیلی سریع مواد اولیه خدمت دوستان بگم که برای این سوپ کدو حلوایی، من خود کدو حلوایی حدوداً 300 تا 400 گرم که بخشش رو پوست گرفتیم. بله. اون رو می‌پزیم، بخارپز می‌کنیم و بخش دیگه‌شو با پوست برای تزیین روش یکم شکر بهش می‌زنیم. طعم لذیذ داره، فوق‌العاده است. در کنارش زعفران ایرانی حدوداً 1 تا 2 قاشق غذاخوری زدم. آب لیموه اون؟ نه نه، این عصاره مرغ یا آب مرغ که اسکلت مرغ رو پختیم و این عصاره رو آماده کردیم که حدوداً 1 تا 2 قاشق غذاخوری. تره فرنگی طعم تند و تیزی داره، خیلی خوشمزه است. به سوپمون اضافه می‌کنیم، حدوداً 1 ساقه اضافه می‌کنیم. جعفری برای تزیینش داریم. بله. ماست چکیدی یکم زیاد گذاشتیم، معمولاً 1 2 تا قاشق بیشتر استفاده نمی‌کنیم. می‌خوام رنگشو یک مقدار روشن‌تر بکنیم. شکر که گفتیم برای کدو استفاده می‌کنیم. بله. لیموی تازه برای اینکه رنگشو هم تنظیم بکنه، هم طعم لذیذتری رو بده. در کنار زنجبیل و همچنین سیر داریم. هر کدوم تقریباً مثلا 50 گرم زنجبیل، حدوداً 3 تا 4 حبه هم سیر. البته چون کدو یه مقدار سردیه، ما از سیر و زنجبیل استفاده کنیم، طعمش لطیف میکنه و خوشمزه. نمک، فلفل، ادویه‌جات و کمی هم روغن برای غذامون استفاده میکنه. قطعاً دستپخت شما خیلی خوشمزه است و این سوپ کدو حلوای خوشمزه رو با هم دیگه اگه اجازه بدین دیگه به بچه‌ها ندیم، چون میبینم خیلی مقدارش هم کمه. بینندگان عزیز بریم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم در خدمتتون هستیم با سوپ کدو حلوایی در این برنامه. بینندگان عزیز، قبل از اینکه بریم سراغ سوپ کدو حلوایی، می‌خواستم تشکر کنم از پیامک‌های پرمهر و محبتتون. آقای شجاعی، واقعا بینندگان عزیز پیامک‌هایی که میدن، تشکر می‌کنم از برنامه و اظهار لطف می‌کنن، چه نسبت به انتخاب‌های خوب و شایسته و به جای شما. مرسی. تو نوع غذاهایی که تهیه و تدارک می‌بینی، همین که لطف دارن به بنده میگن فضای ذره شیرین بامزه است و واقعا تمام تلاش ما اینه که یه گل لبخند گوشه لبان شما ببینیم. اما سوپ کدو حلوایی، آقای شجاعی، منم تشکر میکنم بابت این همه انرژی که شما به ما میدید. امیدوارم که هر جا هستید پیروز باشید. من اول بگم که قرار شد ما سوپ کدو حلوایی درست کنیم. اولین کاری که انجام میدیم، من فکر کردم با منی، گفتم خواهش میکنم، ایرادی نداره. خب شما میرید منزل نگاه میکنید. بله. دیگه خب در کنار این بس گفتیم که سوپ کدو حلوایی اولین کاری که میکنیم، کدو حلواییمون رو یه مقدار با تف بدیم. بله. پوستش گرفتیم، حسای داخلش هم گرفتیم. بفهمت. مرسی از شما. یک مقداری روغن شما این لیمو رو قاش کنید. البته الان استفاده نداریم، گفتم فقط شما یه کاری کردید. چند قاش؟ یه قاش فقط. وسط؟ از وسط؟ از کنارم میتونم. فقط می‌خوام این قاش کنی یه لحظه. همیشه یادتون باشه من که دستور نبرین، اینو قشنگ بذارین وسط. بله. بعد قاشش کنین. چون اگر اینجوری بگیرید دستور می‌برین. خب بس یه مقدار کدو حلوایی رو ما تف دادیم. نبرید این که؟ نه الان چند تا انگشتتون برید؟ فکر می‌کنم دو تا. این قبلا این مال آشپزی اون هفته است. خیلی خوبه، خیلی خوبه. هر روز آشپزی داریم. اون هفته چرا؟ بله اون هفته چرا؟ در منزل اینجا در که شما نمیزنید من دست به سیاه سفید بزنم. تعجب کردم. حالا تره فرنگی رو تو تابه اون میریزیم برای تفت دادن، بهش سیر و زنجبیل هم اضافه میکنیم که اون رو ساتوری کردیم. یعنی با ساتور زدیم بهش؟ بله با ساتور زدیم بهش، فقط در حدی که خورد شه اضافه میکنیم. بسیار عالی. میذاریم اینو کنار، این هم که آماده شد میذاریم کنار. حالا یه مقدار این رو که تفت دادیم، زنجبیل یه تندی خاصی هم به غذا میده. یعنی بعضی وقتا یه مقدار اضافه توی بشه فکر میکنیم مثلا فلفل ریخته. دقیقاً همینجوره. خب بس اینو تپ دادیم. بله. کدو حلواییمون هم تپ دادیم. بهش نمک فلفلش یه کوچولو تنظیم میکنیم و باقی ماجرا که این آماده شد همه رو میبریم داخل میکسر میکس میکنیم. تو قسمت بعدی میایم سوپمون رو میگیم بقیه چه اتفاقی میفته، بقیه مواد استفاده میکنیم. بسیار عالی. اما جناب شجاعی، تا شما غذاتون آماده میکنید، من برای بینندگان از این توضیح راجع به ظروف بسیار خوبی که دارین تو این برنامه ازش استفاده میکنین بدم. ظروف تفلون 8 پارچه مشکی که آقای شجاعی دارن در این برنامه ازش استفاده میکنن، کیفیت بسیار بالایی داره، به خاطر همین یک سال ضمانت براش در نظر گرفته شده. در ضمن نشان استاندارد ملی ایران هم داره و قیمت بسیار مناسبی هم داره، مخصوصا به واسطه این برنامه. یعنی محصول رو که 249 هزار تومنه با 100 هزار تومن تخفیف
شما میتونید تهیه بکنید. عزیزانی که مایلن این سرویس اشپارچه مشکی رو داشته باشن، همین الان گوشه همراهشون رو بردارن، عدد 5 رو به سامانه‌ای که این زیر میبینید ارسال بکنید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کدوم دوربین؟ تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن این سرویس رو بیان در منزل بهتون تحویل بدن. آقا ما در خدمت شما هستیم. خب جونم برای همه دوستان بگه که یه مقدار از آب من بدین. یه مقدار. آره بریزید داخل، میگه می‌خوایم همکاری کنیم. خب بریزید. فقط آبشو بلد. زیاد نمی‌ریزیم. یادتون باشه آبشو کافیه. می‌خوام چون بخارپزش کنیم آب زیادی نیاز نداره. از این سمتم طرفرنگیمون و سیر و زنجبیلمون هم یه ذره نرم شدن. می‌خوایم نرمش کنیم. قرنیس خیلی تفتش بدیم. بعد اینا رو با هم مخلوط می‌کنیم و میکسش می‌کنیم. میاریم قسمت بعدی سوپمون آماده می‌کنیم. بسیار عالی. بیرندگان عزیز بریم یه میام برنامه ببینیم. برگردیم ببینیم سوپ کدو حلوایی چجوری میشه، چه شکلی میشه. قطعاً خوشمزه میشه. بیرندگان عزیز، آش رشته، آش دوغ، آش جو، آش سرکه، آش گوجه، همه اینا رو خورده بودیم ولی آش چیز نخورده بودیم، کدو حلوایی نخورده بودیم که الان آش جای زحمت کشیدم. البته آش؟ آش دیگه سوپ عزیزم. من معذرت میخوام، ببخشید. این سوپ کدو حلواییه که بله سوپ کدو حلوایی. آقا تو چه مرحله‌ایه؟ خب بسیار سوپ کدو حلوایی گفتیم تو قسمت اول، همه رو با هم پختیم، یعنی جدا جدا پختیم، با هم میکس کردیم. الان میکس شدهش آماده است، داخل ظرفمونه، موادمون رو بهش اضافه میکنیم. بله. عصاره مرغمون رو بهش اضافه میکنیم که تقریبا میشه گفت یک اسکلت مرغ رو ما پختیم. اون رو عصارهش رو با کمی سبزیجات مختلف بوی زهمش رو گرفتیم آمادهش کردیم. حالا کمی بهش زعفران اضافه میکنیم. بله. تو ظرف دیگه هم گوشتیم که داغ شده یک مقدار روغن میریزیم و کدو حلواییمون رو بهش اضافه میکنیم. بسیار عالی. این کدو حلوایی که اینجا داریم الان برای دقیقاً میخوام برای تزیین استفاده کنیم. یکم هم شکر بهش میریزیم، طعمش رو لذیذ میکنیم، یه ذره کاراملیزه میکنیم، یعنی یه ذره رنگش رو کاراملی و طلایی میکنیم. هموجنیزه، پاستوریزه، اینا شنیده بودم، کاراملیزه نشنیده بودم. کلا همه چی شما شنیدی یا نشنیدی؟ نه شنیدم. خب بسیار عالی. بهش ماست اضافه میکنیم. ماست چکیده. ماست چکیده اضافه میکنیم. بله. یکی از اون بله. قبلی رو زدم چی کردین استفاده؟ آره اونا رو معمولا ما استفاده میکنیم. دور نمیذاریم، استفاده میکنیم بازم. آب یه مقدار اون رو هم میزنیم، ماستش اضافه کردیم. بله. حالا شکر اینم زدیم، یه مقدار این که تف داده شد، جعفری هم برای تزیین می‌خوام، درست خرد کنیم برای تزیین استفاده کنیم. بله. یکم اینجا می‌خوام اینو شما انجام بدید. چیکار کنم؟ میدونم دستکش دستت نیست، چون دوست داری یه کاری بکنی، یکم آب لیمو اینجا هم می‌خوام یه کار کنم بسوزی. نه به این نه به اون. حالا روغنام داره هم لباستون رو کثیف می‌کنه هم می‌سوزی. خوبه؟ بله بسیار عالی. من شما رو خیلی دوست دارم. خیلی ازتون. بسیار عالی. اینم آماده شد. تو قسمت بعدی سوپمون که آماده میشه با کدو اون رو تزیین میکنیم و یه سورپرایز یا یک شگفت‌زده براتون داریم که شما میبینید که چه اتفاقی میفته. آقای شجاع این لیمو رو دادی من چکوندم تو غذا، یاد بچگی افتادم. وقتی مادرم این لیمو ترش رو میچکوند تو غذا میذاشت کنار، من تموندهش رو برمیداشتم نمک میزدم مدت. آقا شما که آماده شما. دست شما درد نکنه. باشه این بعد از برنامه حتما. اما آقای شجاع شما تا غذا رو آماده میکنید، من برای بینندگان از توضیح بدم راجع به سرویس اشپارچه تفلون مشکی که دارین باش غذا رو آماده میکنیم. بینندگان عزیز این سرویس دستای نسوز داره که اگه یه موقع حواستون نباشه روی شعله های آتیش قرار بگیره نمیسوزه و بوی نامطبوعی تو آشپزخونه‌تون نمیگیره. در پیرکس سوپاپدار داره که هم میتونید داخل غذاتون رو ببینین، همین سوپاپ باعث میشه بخار اضافه خارج بشه و یه وقت خدای نکرده این مثل گذشته که در رو نیمه باز میذاشتین نیفته رو پاتون بشکنه یا عرضم حضور شما آسیبی برسونه. اما بینندگان عزیز این سرویس با کیفیت، قیمتش هست 249,000 تومان که به واسطه این برنامه 100,000 تومان تخفیف داره. که البته بینندگان عزیز یکی از همکارا اینجا میگفت که این متریالش رو فقط بخوای سر هم جمع کنی خیلی بیشتر از اینا میشه. بینندگان عزیزی که دوست دارن این سرویس با کیفیت داشته باشن، همین الان گوشه همراهشون رو بردارن، عدد 5 رو به سامانه‌ای که این زیر میبینین ارسال بکنید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن سرویس 8 پارچه تفلون مشکی رو بیارن بهتون تقدیم بکنن. آیش و جایی قضا توش مرحله بسیار لیگ. اینو تفت دادیم، ما یه مقدار زعفران باقی مونده برای اینکه صرفه جویی کنیم و نمون و دور نریزیم چیزی رو. زعفران رو به این کدومون اضافه میکنیم. حالا نمک فلفلش رو تنظیم میکنیم، یه مقدار فلفل قرمز رو بریم یه میان برنامه بریم برگردیم تا ایشون تنظیماتشون انجام بدن. سلام، این دفعه با یه میوه خوشمزه که ملکه میوه های آسیایی شناخته شده در کنارتون هستیم، توت فرنگی. توت فرنگی فقط به خاطر ظاهر فانتزیش نیست که به شهرت رسیده، بلکه خواص جادوییش توجه همه رو به خودش جلب کرده.
توت فرنگی دارای مقادیر زیادی آنتی اکسیدان و پتاسیم بالایی که باعث جلوگیری از لخته شدن خون در مغز و سکته مغزی میشه. این میوه محبوب از رسوبات خیلی بدش میاد. برای همین برای از بین بردن رسوبات روی دندون بسیار کاربردیه. مهمون فرنگی ما مثل یک دمبل خوراکی برای بدن میمونه، به طوری که بدن رو مقاوم و مستحکم میکنه و ضعف و خستگی رو از شما دور میکنه. امیدوارم مثل توت فرنگی زندگیتون زیبا و خوش رنگ باشه. خب بینندگان عزیز، دیدین که این سوپ کدو حلواییمون آماده شد. یه تزیینه بسیار قشنگی هم که جزء کارهای آقای شجاعیه و من خیلی هم علاقه دارم این تزیینه قشنگی که رو غذاهاشون دارن. آقا چیکار کردین با این سوپ کدو حلوایی؟ ممنون از شما آقای ابراهیمی بزرگوار. سوپ کدو حلوایی ما آماده شد. یه توضیح کوچولو فقط بدم، کدو حلوایی خیلی مفیده برای بدن، مخصوصا تو فصل پاییز زمستون. بله. استفادهش زیاده چون فصلیه که هست معمولا تو بازار، البته سمایی هم میمونه. بله، من میدونم افرادی که به هر حال تو سن بالا مخصوصا شامشون حذف کردن، این کدو حلوایی رو حتما جزء رژیم غذاییشون دارن. دقیقاً همینجوره، بخاطر اینکه برای کنترل حافظه فوق العاده است. در کنارش کمی سردی ما با زنجبیل سیب. چون خیلی مشکل حافظه پیدا کردن. شما حافظتون فوق العاده است. حالا اسم من یادتون هست دیگه، خوش کافیه. بله خیلی اسم چیم. حالا فقط اون یکی رو نگید، اولی رو گفتید دومش اشتباه نگید. بسیار عالی، سوپمون آماده شد. این سوپ حتما تو منازلتون بخورید چون سوپ متفاوتیه و تو فصلی هم هست که کدو حلوایی هست، حتما استفاده بکنید. سوپ خوشمزه‌ایه، گرمی و وجود خانوادتون رو با این سوپ گرماشو بالاتر ببرید. بله انشالله. اما بینندگان عزیز، من توضیح راجع به این ظروفی که آقای شجاعی باش آشپزی داشتن، سرویس تفلون مشکی 8 پارچه که همونجوری خدمتتون عرض کردم کیفیت بسیار بالایی داره، استاندارد ملی ایران داره و ضمانت یک ساله، و اینکه پوشش داخلش ضد خشه، پوسه نمیشه، پوشش بیرونیش نمیسوزه و بسیار مقاومه. ضخامت تفلونش هم 25 میکرونه. اما بینندگان عزیزی که دوست دارن این سرویس با کیفیت داشته باشن، یک مژده براشون دارم و اون اینکه تو این برنامه به واسطه این برنامه 100 هزار تومان تخفیف بهش تعلق گرفته، یعنی قیمت 249 هزار تومانی که شما تو بازار گاهن میبینید. اعتراض نکنید، آخه بعضی از دوستان پیامک دادن گفتن ما میریم بیرون این قیمت 249 هزار تومان به اون پیشنهاد میشه. نه، فروشنده به شما اجحاف نمیکنه و قیمت بالایی رو نمیگه. به واسطه این برنامه شما میتونید این محصول رو با تخفیف تهیه بکنید، یعنی فقط و فقط با قیمت 149 هزار تومان. همین الان گوشی همراهتون رو بردارین اگه میخواین از این تخفیف استفاده بکنید. عدد 5 رو به سامانه 1077-74 ارسال بکنید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیک بیاره این محصول رو در خونه بهتون تحویل بده. اما آقای شجاعی، شما توضیح دیگه که راجبی توضیح کامل رو دادیم. بسیار. فقط انتهای برنامه است. بله. ما معمولا همیشه میگیم وقت خداحافظی میخواییم. بله. بکنیم، اولش میگیم خدایا به امید تو، بعد هم نیست، آخرش هم میگیم خدایا به امید تو، یعنی آخرم. بله. به امید خداوند متعال برنامه رو تمام کنیم. بله. بگیم که هر جا هستید پیروز باشید، سلامت باشید، ما رو ببینید. برنامه لذت آشپزی از شبکه تماشا رو فراموش نکنید. هر اون چیزی که فکر می‌کنید ما باید برای شما درست کنیم، با یک پیامک کوچیک به ما ارسال کنید، بگید چیم دوست دارید، ما رو برای شما فراهم می‌کنیم. همیشه لبتون خندون باشه. بسیار عالی، همیشه لبتون خندون و همیشه تو زندگی برنده باشین. خدا نگهدار تا برنامه لذت آشپزی دیگه. آقا دست خدا نگهدار کنه، این غذا خیلی کمه، قربونت برم. کجا میبری الان؟ یه نفر است. بابا تازه اومده، بچه‌ش به دنیا اومده. قبول دارم باشه، ولی یه نفره، یه اندازه یه نفر. کلا یه نفر.